بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بینندگان بسیار عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در خدمت شما هستیم با سیمای صحابی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما در مبحث صحابه در جلسه گذشته به گوشه های از فضایل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و آیاتی که اساسا شعن نزولشون ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود صحبت کردیم و گفتیم که ابو بکر نخستین مردی بود که مسلمان شد و همونطوری که مسلم هست جز سابقین اولین جز بدری ها اهل احد و جز کسانی که در بیعت رزوان با رسول مکرم اسلام بیعت کردن هست و همچنین از روزهای اول دعوت اسلامی تا آخرین لحظات وفات رسول مکرم اسلام در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم حضور داشتند و از جهت فضایل و ارزشها ها و در واقع بزرگواری هایی که این شخصیت ازش برخوردار بودند ما هر چقدر هم که صحبت بکنیم نمیتوانیم گوشه ای از فضایل این مرد بزرگوار رو در واقع برشماریم اما چون بحثمون سیمای صحابه پیامبر اکرم هست تلاش میکنیم که نه به صورت مفصل بلکه به صورت گذرا به گوشه های از فضایل این بزرگمرد تاریخ اسلام بپردازیم امام بخاری رحمه الله از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم سخنرانی نمودند و فرمودند ان عبدا من عباد الله خیره الله بین الدنیا و الاخره فاختار ما عند الله رسول مکرم اسلام فرمودند بنده ای را خداوند عزوجل حق انتخاب داد که از دنیا و آخرت یکی رو انتخاب کند او آنچه که نزد خداوند عز و هست رو انتخاب نمود راوی میگوید وقتی که پیامبر این سخن رو به زبان آوردند ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه گریه نمودند ما تعجب کردیم که چرا ابو بکر گریه میکند پیامبر صحبت خاصی حرف خاصی رو نزدند که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گریه بکنند و راوی میگوید ابوبکر در واقع عالم عالمترین و دانشمندترین ما بود و میدونست که این انتخابی را که خداوند عز و جل به بنده ای از بندگانش داده است این بنده محمد رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم هست که خداوند بهش حق انتخاب داده و پیامبر اکرم رفتن به ملاقات پروردگار رو انتخاب نموده به این خاطر گریه می کرد بعد از اینکه گریه نمود رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان امن الناس علی فی ماله و صحبته ابو اون کسی که احسان بیشتری بر من دارد نسبت به سایر مردم هم با مال خودش و هم با صحبت و همراهی خودش ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه است ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابو بكر خليلا و اگر من در دنیا یک دوست ویژه و خاص و خلیلی از میان مردم انتخاب میکردم همان ابو بکر رو انتخاب میکردم ولیکن اخوت الاسلام و مودته اما اون چیزی که مهم هست همون اخوت اسلام و محبت و دوستی اسلام هست بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر در مسجد هیچ دری باز به مسجد نشه مگر اینکه بسته بشه مگر در خانه ابو بکر همچنان به مسجد باز بماند در این حدیث ما میبینیم که فضایل متعددی برای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیان شده است اول اینکه ابو سعید خدری این صحابی رسول مکرم اسلام میفرماید هو اعلمنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عالم ترین شخص ما بود و بعدش وقتی که این سخن رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ایراد نمودند این ابوبکر بود که متوجه شدند که هدف شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم است اون بنده ای را که خداوند وجل حق انتخاب داده که از میان دنیا و آخرت یکی رو انتخاب بکند آن بنده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست بعدش پیامبر اکرم فرمودند که اون کسی که احسان بیشتری از سایر مردم هم با مالش و هم با همراهیش بر من پیامبر دارد و بر ما دارد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است و این فضیلت بزرگی از فضایل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است که اشاره به این نکته دارد که رسول مکرم اسلام عادتش بر این بودند که هر کس احسانی می در حق او و کار خیری رو انجام می دادند حتما او رو پاسخ میداد و از این حدیث چنین به نظر می رسد که احسان ابو بکر صدیق رضی الله عنه در حق پیامبر و اسلام با مال و جان خودش و صحبت و همراهی خودش به اندازه است که رسول مکرم اسلام در این شرایط از احسان و نیکی های ابو بکر صدیق رضی الله تعالی یاد می کند و در پایان حدیث می همه درهایی که به داخل مسجد باز می شود ببندید به جز در خانه ابو بکر که همچنان باز بماند و این شاید اشاره‌ای به خلافت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه باشد که ایشون بعد از من خلیفه خواهد شد و از طرف دیگر احسان و نیکی از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلام در حق ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است. در حدیث دیگر باز هم که امام بخاری رحمه الله از عبدالله ابن عباس روایت نموده است، چنین آمده است که پیامبر فرمود لو کنت متخذا خلیلا لتخذت ابوبکر خلیلا اگر من در دنیا خلیل و دوست ویژه و خاصی از میان مردم برای خودم انتخاب میکردم ابو بکر رو انتخاب میکردم ولیکن اخی و صاحبی ولی ابو بکر برادر من و صاحب و رفیق و همراه و دوست من هست و در روایتی اومده ولیکن اخوت الاسلام افضل اما اخوت و برادری اسلام افضل و بهتر هست این این نشون میده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احترامی خاص و احترام ویژه‌ای به این یار غارش و به این دوستش به این کسی که در اولین روزهای دعوت اسلامی دعوت رو لبیک گفتند و از اون اولین لحظات دعوت برای دعوت هزینه کردند به طوری که مردم را به سوی اسلام دعوت دادند و بعد از اون بردگان زیادی رو خریدند در مسیر اسلام که مسلمان شده بودند و شکنجه و اذیت و آزار می شدن بردگان زیادی رو خریدند و آزاد کردند و بعدش در تمام غزوات و در تمام صحنه های سنگین و سخت دوران حیات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من جمله در جریان هجرت در کنارش بودن این اهمیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به این صحابی و به این همراهش میرساند حدیث دیگر در صحیح بخاری از عبدالله ابن امر ابن آس رضی الله تعالی عنهما روایت هست که ایشون میگه من در غزوه ذات سلاسل با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودم در اونجا از رسول مکرم اسلام پرسیدم که من احب الناس الیک محبوب ترین مردم نزد تو کیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آیشه میگه من گفتم از مردان چه کسی است؟ فرمود ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهو این حدیث نشون میده که پیامبر چه محبتی نسبت به این شخصیت شماره یک اسلام بعد از رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم داشتند و چقدر محبت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه در دل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جای گرفته بود و میدونیم که این محبت پیامبر نسبت به صحابه و نسبت به هر انسانی دیگر برخواسته از خواهشات نفسانی و برخواسته از مصالح و منافع مادی نیست بلکه این محبت رسول مکرم اسلام برخواسته از امور معنوی خدماتی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه برای اسلام و دین و شخص نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ارزه نمودند به خاطر این چیز هاست حبها و دوستی های پیامبر اکرم به خاطر مصلحتها ها و منافع دنیوی قطعا نمیتواند باشد پس وقتی که پیامبر اکرم کسی رو دوست دارد و می فرماید بیشتر از همه ایشون رو دوست دارم معنی و مفهومش این است که خدماتی که این شخص برای اسلام کرده خدماتی رو که این شخص برای دین ارائه داده بیشتر از خدمات سایر انسان است که ارائه دادند بعدش راوی میگه من پرسیدم بعد از اون کی هست بعدش عمر ابن خطاب رضی الله تعالی رو اسم برد و فرمودند بعد از ابوبکر عمر رضی الله تعالی عنه رو را بیشتر از همه دوست دارم و بعد از این افرادی دیگری رو اسم بردند پس این حدیث و این روایت تاریخی هم این نکته رو برای ما روشن و شفاف می نماید که پیامبر مکرم اسلام ابو بکر رو از میان مردان از همه بیشتر دوست داشت اونم به خاطر خدماتی رو که این شخصیت بزرگ اسلام به مسلمانان ارائه دادن و بعد از اون عمر رو حدیثی دیگر از در مسند در صحیح بخاری هست از محمد ابن حنفیه که ایشون میگه من به پدرم علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و گفتم ای الناس خیر بعد رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم چه کسی بعد از رسول خدا از همه بهتر هست علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و فرمودند ابو بکر بعدش پرسیدم ثم من سپس چه کسی بهتر از همه هست فرمود عمر بعدش محمد ابن حنفیه میگه من ترسیدم که نفر سوم عثمان رو ذکر بکنه ما ازش پرسیدم ثم ما انت سپس تو هستی علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه فرمودند ما انا الا رجل من المسلمین من صرفا یک شخص عادی و معمولی از مسلمانان هستم این حدیث اینه نشون میده که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه اساسا اعتقادش این بود که بهترین شخصیت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله ابوبکر هست و بعدش هم عمر هست اما اینکه محمد ابن حنفیه میگوید من ترسیدم که اسم عثمان رو بگیره شاید بعضی از مردم اعتقادشون بر این بود حتی در میان اهل سنت هم کسانی وجود دارند که اعتقادشون بر این هست که علی ابن ابی طالب فضیلتش بیشتر و برتر از عثمان ابن عفان هست گرچه جمهور اهل سنت و جمهور مسلمانان اعتقادشون بر این هست که فضایل خلفای راشدین بر اساس خلافتشون هست به این معنی که ابتدا ابو بکر سپس عمر و سپس عثمان و بعد از اون هم علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در فضیلت هم به همین ترتیب قرار دارند اما محمد ابن حنفیه و بعضی دیگر اساسا بر این اعتقاد بودند پس ما در این سری احادیث ملاحظه می کنیم که ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه از چه فضایل و از چه منقبتی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم و مسلمین برخوردار هست امیدواریم که خداوند عز و جل به ما این توفیق رو عنایت بفرماید که ما بتوانیم این شخصیت های تاریخی این شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم این کسانی را که در کنار رسول خدا به جهاد و مبارزه پرداختند و قرآن کریم از اونها اعلام رضایت و اعلام خوشنودی نمود و نبی مکرم اسلام هم تا زمانی که از دنیا رفتند از اونها راضی و خوشنود بودند و در اون آخرین لحظات زندگیشون که در بیماری وفات به سر می بردند دستور دادند که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نماز را برای مردم امامت نماید همه اینها داله بر این هست که اینها فضایل بزرگی برای یاران رسول مکرم اسلام هستند دعا بکنید خداوند به ما این توفیق رو عنایت بکند که ما رهروان خوبی برای یاران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ویژه مهاجرین و انصار به ویژه خلفای راشدین و به ویژه بدری و اهل احد و اهل بیت رزوان که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جزء همه اینها هست ما رهروان خوبی برای اینها در زندگیمون باشیم تا خداوند عزوجل همانطوری که آنها را در دنیا و آخرت به سعادت رسان و فتح و پیروزی نصیبشون گردان به ما نیز در دنیا و آخرت فتح و پیروزی نصیب گرداند و ما را به سعادت دارین برساند تا جلسه دیگر که باز هم با فضایل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه در خدمت شما خواهیم بود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته